چه پف زیر چشم، چه تیرگی زیر چشم یا چشمهای متورم، هر ستای این شرایط ظاهر ما رو تحت تأثیر قرار میدن و باعث میشن ما خسته و مسن‌تر به نظر برسیم. زمانی که پف زیر چشم ظاهر میشه یا زمانی که چشمامون متورم میشن، اولین کاری که معمولا همه انجام میدن اینه که به دنبال یک محصول یا کرمی هستن که مشکلشون رو خیلی سریع برطرف کنه. بعدی این کرما اینه که پر از موادی هستن که در صورت استفاده طولانی مدت میتونن به شما آسیب بزنن. اگه میخواین با یه درمان خانگی و البته علمی از شر پف زیر چشم و سیاهی دور چشم خلاص بشین، در ادامه این ویدیو رو تماشا کنید. من یه دستورالعمل عالی به شما آموزش میدم که به سرعت عمل میکنه و انواع دیگه فواید پوست رو براتون به ارمغان میاره. این دستورالعمل به موادی مثل آلوورا نیاز داره. همچنین روغن رزهیپ. این روغن سرشار از اسیدهای چربه که به بازسازی پوستتون کمک میکنه. روغن رزهیپ به روغن میوه گل نسترن معروفه. از میوه های گل نسترن به صورت بنماری با یک روغن پایه روغن رزهیپ به دست میاد. این روغن خواص متعدد و مواد مغذی بسیاری داره که برای پوست خیلی مهم و ضروریه. روغن رزهیپ رو میتونید به دلیل خواص آبرسانی، مرطوب کنندگی، کلاژن سازی یا کاهش التهابش خریداری کنید. این روغن به شما کمک میکنه تا پوستی سالم، جوان و شاداب داشته باشید. و روغن استخدوس. اسانس استخدوس دارای خواص ضد التهابی و بازسازی کننده است که میتونه سیاهی دور چشم رو کاهش بده، چرا که پوست اطراف چشم رو روشن میکنه. روغن لیمو. روغن لیمو دارای چندین آنتی اکسیدانه و درست مثل روغن استخدوس پوست اطراف چشمتون رو روشن میکنه و ظاهر خسته چشمتون رو کاهش میده. اگه تا حالا از این ویدیو لذت بردین، پس اونو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه دوست داشتید دکمه تشکر رو بزنید لطفاً و با دوستاتون این ویدیو رو به اشتراک بذارید. حالا طرز تهیه ماسک به این صورته. مواد لازم: 15 گرم ژل آلوورا، 15 گرم روغن رزهیپ، 10 قطره اسانس استخدوس، 5 قطره اسانس لیمو و 1 بطری اسپری. همه مواد رو با هم مخلوط کنید و توی بطری اسپری بریزید. قبل از این که بخوابین، اگه آرایش کردید صورتتون رو بشورید تا همه چی پاک بشه. حالا چشماتون رو ببندید و روی صورتتون اسپری کنید. محلول رو روی پوست اطراف چشم خودتون ماساژ بدید. صبر کنید تا خشک بشه. حالا برید بخوابید. این راه حل میتونه سیاهی دور چشم رو بهبود ببخشه و پف زیر چشم رو آروم آروم کاهش بده. با این حال برای بهبود خواب باید چند عادت جدید رو اتخاذ کنید. قبل از خواب دیدن تلویزیون رو کنار بذارید. از زیاد خوردن اجتناب کنید. این عادت ها میتونن کیفیت خوابتون رو بسیار بالاتر ببرن. علاوه بر این سعی کنید توی یک اتاق کاملا تاریک بخوابید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوال یا نظری داشتید حتما با من در ارتباط باشید. مراقب خودتون باشید، به سلامتیتون اهمیت بدین.